زنان پناهنده افغان در تاجیکستان از قربانیان خشونت فرخنده، رخشانه و ده‌ها زن دیگری بی‌رحمانه کشته شده در افغانستان یاد کردند. حادثه قتل دهشتبار این زنان را که یکی با اتهام دروغین سوزانیده شد و دیگری هم با جرم عاشق شدن سنگسار گشت، نمایندگان رسمی افغانستان در تاجیکستان از یک سو بدبختی اما از سوی دیگر نشان بیداری زنان افغان و افزودن احساس آزادی‌خواهی آنها عنوان می‌کنند. شما می دانید که شهادت فرخنده ابعاد اجتماعی بسیار پیچیده و گسترده داره، به این معنا که فریادی بلند می شود که شهید فرخنده پاره های کلام مجید در آتش زده و خشم مردم که خشم دینی است برانگیخته می شود. حال این که چقدر این فریاد توأم با توطئه بوده یا این که یک احساساتش توأم با خرافات بوده، به خرافاتی که سبب شد که شهید فرخنده شهید شود این محاکمه شود، این نیازمند یک کار فرهنگی بزرگ است که چرا فرخنده ها در چنین وضع ناهنجار و دردآمیزی شهید میشه. همایش زنان افغان در دوشنبه به سالگرد حادثه قتل بی‌رحمانه فرخنده ساکن 27 ساله این کشور راست آمد. این حادثه هم ماه مارس سال گذشته رخ داده بود. فرخنده یک دختر تحصیل یافته بود که از بی‌بی‌اشی صدیقه 14 پاس فارغ شده بود، یک معلم بود، یک دختر با حجاب بود، یک دختری بود که همیشه از زنا دفاع میکرد، همیشه میگفت که باید زنا تحصیل کنه، خوارم تحصیل کنه. ما هم 8 تا دختر کمره فرخنده ما تحصیل یافته کردیم که اینی دخترم صنف 12 است که در لیسه سامانیا حال درس میخونه، آخرین دخترم. این مادر در ضمن از لغو شدن حکم قتل عاملان مرگ فرخنده نگرانی میکند. باید محکمه یک چیز عادلانه میکرد که اقلا به می رقم این دختر شهید شد به این زجر شکنجه. دیگه هیچ غور نکرده است، هیچ عادلانه نیست، هیچ رضایت ندارم از محکمه. با دست بی بی حاجره ملک زاده، مادر فرخنده، در همایش زنان افغان به زنان فعال پناهنده در تاجیکستان تقدیرنامه ها سپرده شد. بنابر اطلاع مرکزی آریانای افغانستان در دوشنبه که از آن کمیته مهاجرت هم نام برند، حالا 1500 زن افغان در این کشور پناهنده است. این زنان که اکثریت از خشونت و جهالت در کشور خود فرار کردند، شغل ندارند و در تاجیکستان به سختی زندگی خود را پیش میبرند. سیما رسا 2 سال پیش بعد کشته شدن همسر و دختر جوانش به تاجیکستان آمده است و با 500 سومانی معاش آموزگاری زندگی دارد. با این مشکلاتی که در تاجیکستان زندگی میکنند، شرایط خوب است که از نگاه امنیت برشان آرامی امنیت خوب است، اما از نگاه اقتصاد برشان بسیار مشکلات است. مشکلات اقتصادی رو چون سرپرست است، بسیارش سرپرست ندارن، کار کرده نمیتونن در بازار، زنان افغان کار کرده نمیتونن اکثر، برای اینکه در افغانستان رواج نیست که زنان در روی بازار کار کنن، اینجا مشکل است. در حال حاضر در مجموع حدود 3000 گریزه افغان در تاجیکستان به سر میبرند. برخی از زنان پناهنده در این 2 سال اخیر در مرکز آموزش کلانسالان دوشنبه هنرهای مختلف مثل خیاطی و آرایشگری را آموخته با این راه زندگی خود را پیش میبرند. آرزوی همه این زنان هم حالا یک است: ثبات و ختم خشونت و کشتار زنان در افغانستان.